تجربه نوشیدنی جذاب با ریشه شیرین بیان. دوستان سلام، من رضا گودرزی هستم و اینجا هم کانال ماست واسه آموزش نوشیدنی جذاب و کلی کارهای خفن. یه ویدیو قبلا گذاشته بودیم و خیلی از ما درخواست شد که تو اون تم و تو اون سبک و تو اون نوشیدنی ها، تو اون حال و هوای رسپی ها یکی دوتا رسپی دیگه هم واسه تون طراحی کنیم و بذاریم. امروز اومدیم آموزش نوشیدنی جذاب داریم. ابزار خاصی نمیخواد واسه ساخت نوشیدنی. یه میکسینگ گلاس میخواید، جیگر میخواید واسه اندازه‌گیری. اگه میکسینگ گلاس نداشتید میتونید از ظرف‌های متفاوتی که به عنوان میکسینگ گلاس میتونید استفاده کنید داخلش موادتون رو بریزید و استیر کنید و استفاده کنید. چیزی که می‌خوایم درست کنیم مستوی خیار داره، تازه سیمپل سیروپ یا سیروپ شکر نسبت 1:1 آب و شکر. استاره لیمو ترش تازه داره، دم کرده. دو مدل دم کرده داریم که باید از قبل آماده کنید. ما از قبل آماده کردیم. یک دم کرده آویشنه که با آویشن تازه این کارو بکنید خیلی جذاب‌تره. اگه نداشتید با آویشنی که حالا آویشن خشک اصطلاحا. یه دم کرده دیگه داریم که جونیپر یا اپل کوهی، ریشه شیرین بیان که عامل تلخیه و نوت طعمی تلخی تو نوشیدنی می‌خوایم استفاده کنیم، و فلفل سبز. تندی یا شیرینی فلفلتون خیلی سلیقه‌ایه، ولی پیشنهاد میکنم از فلفلی استفاده کنی که یه تندی ملایمی داره و تو نوشیدنیتون یه تندی بهتون میده. به مثال آماده کردن کار آسونیه، خیلی سخت نیست. تو چند دقیقه نوشیدنیمون آماده میشه. ناگفته نمونه واسه ساید نوشیدنیمونم، من از انجیر استفاده کردم به خاطر طبع سرد خیار. البته طبع گرم هم داریم، ولی خب با این ساید خورده بشه خیلی جذابتر و بهتر میشه. ساید شیرین مختلف هم میتونید تستش کنید. به مثال آماده کردن نوشیدنیمون، اول از همه دم کرده همونو میخوایم. جونیپر، اپل کوهی، شیرین بیان و فلفل. در حد 10 دقیقه گذاشتیم دم کشیده. نسبت های اینا رو واسه تون توی دیسکریپشن می نویسیم که چجور می تونید دم کرده هاتون رو درست کنید. 5 سیل داخل میکسینگ گلاس، 2 سیل تا 3 سیل دم کرده آویشن می خواهیم. من 2 سیل استفاده می کنم. 3 سیل سیمپل سیروپ میخواییم، آب شکر. سلیقه‌ای میتونید از عسل رقیق شده هم استفاده کنید، ولی من پیشنهادم سیمپل سیروپه. استاره خیار میخواییم، 4 سیل. استاره خیار هم سعی کنید تازه تازه باشه، استاره ای که از قبل گرفته استفاده نکنید. و 3 سیل هم استاره لیمو. استاره لیمو هم حتما سعی کنید که تازه باشه. موادمون رو ریختیم، یخ میخواییم، یخ اضافه میکنیم. بچه همیشه دقت داشته باشید تو میکسینگ گلاس یخ اضافه میکنید، مقدار حجم یختون از مایعتون بیشتر باشه، دیرتر یخ آب میشه و نوشیدنیتون رو خیلی رقیق نمیکنه. و شروع میکنیم به استیر کردن. پیشان کنم تستش کنیم. یخ داخل لیوانمون میخوایم، کافیه درد چند ثانیه استیر کردن. پیشنهاد میکنم از یخ کیوب هم واسه لیوانتون استفاده کنید. حالا با هر کانسپتی که میخواید میتونید لیوان انتخاب کنید و استفاده کنید. با یه کمک استرینه مواد دمه داخل لیوانی که نوشیدنی رو سرو میکنم. واسه گارنیش کردن از خیار میتونیم استفاده کنیم. بچه زسته هم آوردیم، خیار رو با زسته با چاقو هم میتونید، ولی خب خیلی دیگه سخت میشه. برقای خیلی ریز میزنیم. پیک گارنیش میخوایم، دیگه کات نمیدیم چون پیک کارنیش نزدیک بود، همینطور رفتم بودم وسط. بچه کارنیشمون آماده شد، میذاریم. یه تیکه ریشه شیرین بیانم و ماسه گارنیش استفاده میکنم. این نوشیدنی جذاب خوشمزه به همین آسونی آماده شد. پیشنهاد میکنم تست کنید. نظری داشتید حتما بهمون بگید. یه نوشیدنی با تجربه و حس سوال تازگی و فرش بودن و یه تجربه بی‌نظیر. تست کنید. نظری داشتید از من تو کامنت ها به من بگید. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.